دوست عزیز سلام، امیدوارم خوشحال و سری حال باشین. به با یک از ویدیوهای دیگر خوش آمدین. در این ویدیو ما تصمیم گرفتم که معامله خیلی زیاده از شماره 1 تا شماره 26 هم و شما معامله ها را ثبت منیم زیسته. برای هر معامله مو واضح بیان منم که کدامش دیبیت شنه، کدامش کردیت شنه. هر عددی که اینجا ذکر شده چند معنا میده زیسته. اینا را ثبت منیم در لیجر، بعد لیجر را هم بسته منیم مو شما، بعد ترایل بیلنس را جورنیم، ترازی آزمایشی است فکر کنم در دریشی جور منیم، و تا ختم ویدیو انشاءالله شما دیبیت کردیت دوباره تمرین میشه. لیجر را یک بحث های جدید در بین لیجر هست، لیجر کلوزینگ بیلنس چی هست، یا بیلنس های افتتاحیه چی هست، یا کلوزینگ بیلنس چی هست که در قسمت ها نوشته میشه تستم، اینا کلش برشم توضیح دادم میشه. به خیر تا ختم ویدیو اینا را کلش یاد میگیرین، و بخشش از این که ویدیویی که درسی را که من دادم درسی بودک در دورانی که من شخصا در سینف درس میدادم ریکارد شده، صدای قسم لوگ است و مثل که از پشت سر میاد، درسته؟ از بزرگی خوب ببخشین، ولی ویدیو خیلی آموزنده و قشنگ هست، تا ختم شه ببینین. و پیش از یک وارد درس شنم دوستا خیلی زیاد تشویق کنین، بعضی از دوستا پیام میدن و اونا تقاضا دارن که ما کل درس های ACC رو می قسمی بیندازم. انشالله یک روز یه میکار خواد کردم، اما فعلا در توان من نیست به خاطر که من هم مصروفیت های کاری و زبان اینا خیلی زیاد ها. باید در زندگی شخصی خود خم برسم، او خاطر ما فکر نو فعلا در توان ما فعلا نمی قدر است، ولی آیسته آیسته و شاید بتونم بیشتر از این با هم دیگر همکاری کنیم. ولی تا او زمان لطفا ویدیو ها را اگر احساس منین مفید هست حتما با دوستای دیگه شریک کن. ما دوست دارم که با تک تک دوستایی که اقتصاد میخوانن، حسابداری میخوانن، با اونای ویدیو ها برسه. من مطمئن هستم امی 8 یا 9 درس را که حداقل 8 یا 9 روز شما رو وقت میگره بخوانین، مطمئنم که دوستی مثل دانشگاه یک در دانشگاه میخوانین کور میشه، کلش کلش بسیار قشنگ کور میشه. خوبه؟ عالی. پس ویدیو شروع میشه، در شروع میشه. بخیر تا ختم ویدیو ببینین. خیلی زیاد تشکر، وقتی خوش. موشم جورج کامنسیز A business on 31st March 2021. The transactions take place in the first month of his business. The 21 March, first group, مثلا سبا دیگه تا روز مارچ 31 هم نشده، خب هر زمانی و هر صورت ای بیزنس خود شروع مونه و در یک ماه اینی معامله انجام میشه. صحیح قبول؟ از مو شما چی خواسته؟ مو شما را همیشه در ACC شما باید اول ریکوایرمنت بخونن. سیسته که requirement شما چی خواسته required for the first month of the trading prepare journal entries ledger accounts trial balance cost of sale statement of profit and loss statement of financial position. ما شما اینی دویش تکمیل جور نمانیم، سیسته، چونی مربوط در FA1 نمیشه. قبول؟ ما شما تا اینی قسمت ماریم، تا اینی قسمت جور مانیم که مربوط به FA1 میشه. سیسته؟ باز دانه دانه آمده سر از اینویشه صحبت مونیم. اینالی آپشن یک جورنال انتریز اون کارای بوده که شما در داخل زمانی که ما ورخ دادم شما گفتن دبیت اینی کردیت اینو رو مگه جورنال انتری. سیسته؟ جوال انتری. بعد لیجر اکاونت شما شما انجام میدیم. در زمانی که ما شما برازی لیجر اکاونت جور مونیم. سیسته؟ لیجر اکاونت جردیم در خط موشو میگیم دیبیت اینی کردیت اینی دیبیت اینی کردیت اینی اما خود از اون مانام جورنال انتری من آمده. صحیح؟ پس موشو میگیم در سوال اول He invests 50,000 into a business. صحیح؟ He invests 50,000 into a business. چی کار شده؟ نفر چی خب در بیزنس سرمایه گذاری کده؟ 50,000 در بیزنس چی آمد؟ کش آمد نه؟ سیسته؟ برای بزنس چی آمد؟ کش. اینالی دیل ما ای را حساب کش بازنیم یا بانک میگیرم؟ ما دوست دارم بانک بگیرم. سیسته؟ ما فرض برزی میگیرم که می 50,000 پا مو در بانک ماندم. سیسته؟ تا به هر دفعه که در کار شد برای بزنس از بانک بگیرم، دیگه پول نقد پیش ما نباشه.
دیل ما که اکاونت چه کش گرفتین یا بان گرفتین، ما تلاشنم کش فرق نمنه. سیسته هیچ دو دینشنی فرق نمنه. خب یک در بزنیس چی آمد؟ کش آمد. دیگه؟ کپیتال. کپیتالیس بزنیس چی شد؟ زیاد شد نه؟ قبول؟ ام در بزنیس کش آمد، ام کپیتالی بزنیس زیاد شد. سیسته اینال مطابق دیت کلیک چی میگه؟ دیت کلیک چی میگه؟ دبیت دب شد دبیت و این طرف هم کردیت سیستا اکسپنس سیستا اسید دروینگز. اگر اینا زیاد شد چی میشه؟ دبیت سیستا. دیگه چی داریم؟ liability income دیگه capital سیستا. اگر اینا زیاد شد چی میشه؟ credit. باز برعکسش اگر کم شد چی میشه؟ debit. سیستا برای ما یک جای پیش برین کوپریتیو باشین، ما تنها میگم شما هیچ گپ نمیزنین، بس ایران ممنونم که فهمیدین یا نفهمیدین. قبول؟ خب اینالی خب کیش یک نوع چیه؟ اسیت. اسیت که زیاد چی میشه؟ دبیت. آلی دیل ما ایرا حسابی تی اکاونت کش بازیم یا بینک بازیم؟ دیل ارا کدامش باز کنیم؟ سیستا؟ پس ما ایرا چی میگرم؟ بینک میگرم. بجای کش چی میگرم؟ بینک. قبوله؟ خب پس مرم یک حساب به نام چی باید بان کنم؟ باز کنم؟ بینک. سیستا؟ خب دیگه حساب به نام چی باز کنم؟ کپیتال. خواه این حال بینک، در بینک ما چند پول آمد؟ اسید زیاد شد چی میشه؟ دبیت. اسید زیاد شد؟ دبیت. خب به طرف دبیتش نوشتنم چند؟ اینجا هزار. صحیح شد؟ همیشه این طرف دبیت و این طرف کردیت، همیشه میره خمیه. ایشون همیشه نمی رخمی هم. خب باز این حاله ای کدام معامله هم؟ معامله اول شد دیگه نه؟ پس اینجا یک نوت نوشتن معامله اول. قبول؟ خب دبیت بینک کردیت کپیتال درسته؟ این ها پینجا هزار. دبیت بینک کردیت کپیتال ای شد کردیت، این طرف هم هسته دبیت معامله اول. سیستا در این قسمت شماره یک من نوشته کدوم این در حقیقت این اینیر من آمده اینی در اینجا شما میتین تاریخ باشه، هر چیز باشه، شما باز تاریخ تاریخ بار اون قسم اینجا تاریخ شد بزنم. سیستا خواه معامله دو He purchases 5000 worth of goods on credit. 5000 جنس ها در چی خریده؟ قرض خریده. سیستا خواه در بیزنیس چی آمد؟ در بیزنیس چی آمد؟ جنس آمد دیگه نه؟ ایستا باز دوم دیگه این جنس در قرض بوده یا در نقد بوده؟ قرض بوده نه؟ پس اینی کردیت اینجا قرض مانو بیده. سیستا؟ خب در 5000 مطابق گپای قبلی ما چند معنا میده؟ دو معنا. سیستا؟ یک کدام؟ پرچیز کدیم. دو قرضدار شدیم. سیستا؟ یک پرچیز کدیم، دو قرضدار شدیم نه؟ پس خب پرچیز یک نوع چیه؟ اسید حساب مونیم دیگه نه؟ خب اسید که زیاد چی میشه؟ دبیت. پس چی مونیم؟ یک حساب باز کدیم به نام پرچیزیز. سیستا؟ پرچیزیز چی خدر دبیت میشه؟ 5000. صحیح شد؟ در بدل از دیگه چی کار شد؟
ما قرضدار شدم دیگه، نه قرضدار در حقیقت لایبلیتی که زیاد شد چی میشه؟ کردیت. این لایبلیتی رو ما کلمه چی استفاده نیم؟ پیبل. سیستا؟ پیبل. پس اینی جای نمیدیم یک حساب دیگه باز نیم؟ پیبل. چقدر کردیت شونه باید؟ 5000. معامله نمبر چنده؟ 2. معامله نمبر چنده؟ 2. سیستا؟ ساده دیگه نه؟ خب دیگه he sells اینال یک گپ دیگه صحیح کن؟ اینال ما این قسمی مو شما زمانی که جنس میخره پرچیز نوشته کردم نه؟ زمانی که پس مو فروشه سیلز نوشته نمید درسته؟ اینال یک گپ دیگه، یک گپ دیگه. در خط مثال، در خط مثال ما نیاز به ای داریم که مجموعاً چقدر جنس پیش ما باقی مانده صحیح؟ قبول؟ یعنی چی؟ هر بزنس از خود چی داره؟ گودام داره تقریبا، یا در دکان گودام داره نه؟ در او گودام چیه؟ تمام جنس هایش مادگیه. در خط مثال دوباره ما یه گودام حساب مانه که مجموعا ما چی قدر جنس دارم سیسته؟ ما برای از این که اونمو راپور پیش مو باشه یک دانه لیجر دیگه ما باز مانم سیسته؟ یک دانه لیجر دیگه ما باز مانم او شاملی دبل انتری نیسته، پس اون باز متوجه میشین او چرا نیاز بود سیسته؟ یعنی چی؟ یعنی چی؟ ما در پیش خود خود این اینجا میرو کپی کنم سیستم؟ میرو کپی کنم اینجا به نام اینوینتوری یا ویرهاوس فرق نمیده یا ویرهاوس چی به نام دید؟ گدام سیستم؟ ما تلاش چی بینم؟ تلاش می یه که هر قدر جنس آمد این طرف ثبت کنم، هر قدر جنس رفت این طرف ثبت کنم، تا در خط مثال بفهم پیش ما چقدر جنس مونده. این شامل دبل انتری نیست، این شامل دیبیت کردیت نیست، این فقط ما پیش خود خوب می خواهیم ثبت کنم در آخر سال پیش ما چقدر جنس مونده به نام اینوینتری. سیسته؟ پس ای شامل دبل انتری نیست، ای رو فقط ما برای چیه؟ بلنسینگ فیگر در خط مثال یا هر زمانی که من نیاز به راپور جور کردن باشم به درد ما میخورم سیسته؟ خب این حالی چی قد جنس آمد؟ 5000 جنس آمد دیگه نه؟ یه نفر چیزیست 5000، پس 5000 جنس آمد قبول؟ خب دیگه مریم روی سوال. He sells half of the inventory for 6000 cash. نصفی از اون در چند سودا کده؟ 6000. در 6000 چند مانو میدین؟ دو مانو. کدام کش ما کم شد زیاد؟ به خاطر چی زیاد شد؟ سلز داشتیم، پس دو، یک کش، دو سلز. کش یک نوع اسیت ها، اسیت که زیاد شد چه میشه؟ دبیت. سیستم؟ پس دبیت کش قبول؟ باز دوم دیگه سیلز یک نو چیه؟ اینکم. سیسته سیلز یک نو چیه؟ اینکم که زیاد چو چی میشه؟ کردیت. پس دیبیت کش کردیت سیلز قبول؟ خب این ها سیکن ما بازم درا دارم یا اینی حسابی که کش شده بارم بریز چی باز منم؟ لیجر به نام کش یا پول مستقیم در بانک مندازم سیستم؟ اگر بانک انداختم دبیت بینک، اگر حساب کش جدا لیجر برش باز کدوم نوشتنم دبیت کش. این رو فهمیدین دیگه نه؟ شما آزادین، هم میتونین حساب کش یا بانک باز کنین، اما ما دوست دارم چیکار کنم؟ امرای بانک بیشتر معامله کنم، معامله از طریق بانک شما سیستم؟ پس پول آمد در بانک چقدر؟ 6000 دبیت بینک سه شد؟ کردیت چی؟ سیلز. سیلز اینال مو شما کدام اکاونت به نام سیلز نداریم، مجبوریم یک دانه سیلز اکاونت باز کنم صحیح شد؟ قبول. خب کردیت سیلز چقدر؟ 6000. ایناله چی قدر از ایرده 6000 فروخته بود؟ نصف شرا نه؟ صحیح کن؟ در مثال چی گفته؟ half of the inventory نصف شرا فروخته بود صحیح؟ پس ما اینجا مورم چی کار مونم؟ inventory خود نصف شکم مونم 2500 شکم کنم صحیح شد؟ 5000 جنس آورده بودیم نصف شرا فروختیم نه؟ قبول؟ این دیگه شامل دبل انتری نیه، این فقط چیه؟ در خط مثال بر من نشان میده چقدر جنس پیش شماست صحیح است؟ خب این معامله چند بود؟ 3.
معاملة سي بدنا معاملة سي سا فهي معاملة سي قبل خا هي issues سي سا هي issues a check He issues a check to pay for the goods he received on credit. یعنی چی چی کار کرده؟ چک داده نه؟ چک داده بیدار گفتم اون جنس هایی را که من شما در قرض گرفتم پیسی خدا بگیر. چی خدا جنس در قرض گرفته بود؟ 5000. یعنی چی؟ 5000 را چک داد. از بانک ما گفت پیسی بانک است برو بگیر. صحیح شد؟ خب پس در حقیقت اینجا 5000 دیگه نه 5000 اینجا چند معنا میدیم؟ دو معنا یک چی؟ کش کم شد کش از بانک کم شد دو لایبیلیتی ما کم شد پس کش یک نوع اسیت ها اسیت که کم شد چی میشه؟ کردیت و لایبیلیتی که کم شد چی میشه؟ دیبیت پس ما در خود چکار کنیم؟ دیبیت پیبل کردیت بینک سیسته؟ خب بینک کردیت شده باید نه؟ چقدر؟ 5000 جنس 5000 خرده بودیم؟ آه 5000 جنس خرده بودیم درسته؟ خب بینک شد کردیت دیبیت کدام اکانت شده؟ پیبل سیسته اینی پیبل اینی پیبل چی شد؟ دیبیت معامله چنده؟ 4 معامله چند بودیم؟ 4 قبل؟ گد معامله پنج سیکن He pays his rent for اپریل ببخشین اپریل نیست کدام مایا؟ مارچ اپریل است دیگه چون 31 مارچ بیزنیس خودش شروع کرده مای اپریل ها کرایش داده دیسته؟ خب He pays his rent for اپریل by check باز چی کار شد؟ آفرین اکسپنس خود پرداخت کرد نه؟ اکسپنس خود پرداخت کرد رنت یک نوع اکسپنس است مصرف خود پرداخت کرد مصرف که زیاد شد پرداخت شد چی میشه؟ دبیت سیسته؟ بعد این را کش پرداخت کرد یا قرض منصرش از چک داد نه؟ چک یعنی از حساب بانکیش پول کم شد یعنی بینک کم شد چی شد؟ کردیت پس نوشتنم یک حساب نو بازنیم به نام چی؟ Rent expense دیشت؟ Rent expense چند داده؟ 450 اینه debit rent expense credit هم bank 450 قبول؟ معامله چند بود؟ 5 این معامله ها رو بخاطر ازی ثبت نوریم که هر کسی که نفهمید برو چک کنه که مثلا چرا بخاطر چی عدد اینجا آمده رفرنس باشه صحیح خب بازم این طرف چیه؟ دبیت ها و این طرف چیه؟ کردیت همیشه می معنام ده که طرف دبیت ها حتی اگه نوشتر نکنه Of course Of course سی شد؟ He sells in all second خب He sells his remaining inventory for 6,000 on credit 6,000 را چی کار شده؟ جنس فروخته نه؟ دیسته؟ پس 6,000 اینجا چند معنام میده؟ دو معنا میده کدام کدام سیلز دو ریسیویبل چون در قرض فروخته صحیحه سیلز اینکم است که زیاد چه چی میشه کردیت ریسیویبل اسیت است که زیاد چه چی میشه دبیت پس دبیت ریسیویبل کردیت سیلز صحیح شد 6000 اینا سه که مو حساب سیلز داشتیم دیگه حساب سیلز نیاز نیه باز کنیم اینا 6000 باز فروش کرد نه و او را در چی فروخته؟ قرض پس یک حساب دیگه به نام ریسیویبل باز کنیم صحیح شد؟ دبیت ریسیویبل 6000 کردیت سیلز 6000 معامله چنده این؟ 6 و یه معامله 6 قبول؟ گود این حالی هم باقی مانده جنس های خود فروخت نه؟ پس ما باید بریم از گودام امور چی کار کنیم؟ خارج کنیم دیگه نه؟ با چی باقی مانده بود؟ دوینیم دیگه باقی مانده بود او رو هم کشیدیم از گودام سیستم؟ بازی رو داخل مفهمین چی به درد مخرم خب He
He purchases goods on credit for 7,000. دوباره جنس باز چی خرید؟ ارز خرید. 7,000 چند معنا میده؟ دو. یک purchases، دو payment. صحیح؟ purchases را جزء اصل حساب مانیم که زیاد چی میشه؟ debit. صحیح؟ payable liability هست چی میشه؟ credit. debit purchases credit payable. چند هزار؟ 7,000. پس بریم چیه؟ پرچیزیز را 7,000 دبیت مونیم، یعنی 7,000 دبیت سیسته و کردیت هم پیبل 7,000. معامله چنده؟ 7. معامله چنده؟ 7. قبول؟ بعد از اون He purchases a delivery van for 7,000 cash. یک موتر خریده. اینانه. تفاوت بین این پرچیز با این پرچیز چیه؟ این جنس یک که بر فروش خریده و این وین است. این موتر که بر استفاده خریده. پس مجبوریم یک حساب به نام وین باز کنیم. کلمه پرچیز برش استفاده نمیشه. سیسته؟ خب. دیبیت چیم؟ آفرین. این حالی اینجا جینز گورز برای زی خرده که پس بفروشه. خب وینم پرچیز. آفرین. وینم در سوال خب پرچیز خرید کده نه؟ پس مو شما زمانی که دبل انترین اکاونتینگ نیم برش کنیم پرچیز باز مو استفاده نمونیم. سیسته؟ مو مجبوریم برای زی خصوصا خود کلمه وین را استفاده کنیم. خب انجای گورز اگر من اگر من چیز دیگر را بزنم چیر؟ چیر بود. پس چیر استفاده کنیم. فقط گورز برازی است که روی سیل جنه است. ایسا به او خاطر برش کلمه پرچیز استفاده بوده. اگر چیر باشه، صافه باشه، استیشنری باشه، ون باشه، لیجر به نام خودش باز بوده. خب باز این هم مثلا این جنبه نواده پرچیز هم استفاده شده. بالا کسی پرچیز بود سنه؟ بالا یعنی او گورز دقیقا گورز هم میخره مفروشه. اگر نوعش آمد یعنی استفاده Most probably. به احتمال خیلی زیاد شما که دبل انتری زیاد کده باریم باز سریسه خود به خود مترجم میشه. سریسه پس اینجا دلیوری وین خریده ایت مینز در که وین بر چیه استفاده. پس ما چی کردیم؟ یک حساب دیگه باید بر رابطه چی باز کنیم؟ وین. قبول؟ خب وین یک نو چیه؟ اسیت هم اسیت زیاد چه چی میشه؟ دبیت. پس دبیت وین 7,000. سریسه خب کش خریده بود نه؟ یعنی پول از کجا داده در حق دست؟ بانک. 7,000 هم باید بانک حسابش کمشنه. معامله چنده؟ 8. معامله چنده؟ 8. و یک چیز پیشتر یاد مرفت چقدر جنس خریده بود؟ 7,000 خریده بود نه؟ این رو در کدام ثبت نکدیم. این دفعه من چنو 7,000 رو در کدام اضافه کدم. سیسته؟ این دبل انتری نیه. فقط گفتم فقط در کدام جنس اضافه شده. بعد. این خواهد دلیوری وین هم شد چه؟ نه این 7,000 با خاطر نرزی بود اینی جنس یک خرده بودیم اینجا سب نکده بودیم سعی کن؟ اینجا سب نشته بود یعنی پرچیزی از 7,000 که بود اینجا سب نشته بود سعی سن؟ او رو بخواد با او سب کدیم این 7,000 وین نیست افت ای جدایه اینی رو ما is equal to اینی هست اینی صحیح شد؟ خواه He invest 65,000 into his business. این دوباره چیکار کرده؟ into his business. دوباره در بیزنس خود چقدر پول داده؟ 65,000 داده. صحیح؟ در نتیجه 65,000 چیکار میشه؟ در بیزنس چی آمد؟ کش آمد. دیگه در بیزنس چی زیاد شد؟ کپیتالش هم زیاد شد. صحیح شد؟ پس دبیت کش، کردیت، کپیتال. اولی کش مورد کجا نگه داریم نیم؟ بانک. پس دبیت بینک، دبیت بینک 65,000. قبول؟ کردیت هم چی؟ کپیتال 65,000. معامله چنده؟ نو. معامله؟ نو. شد؟ گرد. خواه.
He purchases 8,000 worth of goods on credit. بازم 8,000 جنس ده قرض خرید. صحیح شد؟ 8,000 جنس چی خریده؟ قرض خریده. خب 8,000 دو معنا میده. یک خرید، دو قرض داری. صحیح شد؟ چون پرچیز گورز بوده پس پرچیزی استفاده میشه درسته؟ که زیاد چی میشه؟ دبت. و در نتیجه چون ده قرض خریده چی میشه؟ liability liability صحیح است؟ قبول؟ پنج دو معنا میده صحیح است؟ افتاد و پنج دو معنا میده افتاد و پنج خب یک اکسپنس نشان میده و دو میده پولی که از بانک کم شده صحیح است؟ پس ما در خط چی کار کردیم؟ خب از بانک چی کم شد؟ افتاد و پنج صحیح است؟ debit, credit, bank debit چی؟ یک حساب دیگه باید باز کنیم به نام چی؟ insurance expense چقدر؟ 75 به اندازه 75 cost incur شده به اندازه 75 cost incur شده صحیح است؟ خب پس چی شد؟ debit, insurance expense credit, bank بعد از اون He purchased goods on credit for 10,000 double in chicken. Debit purchases credit paper. Debit purchases credit paper. Purchases any sana. Debit purchases 10,000. Credit and payable 10,000. این یاد دوباره جنس در کدام آمد موریم چی کردیم؟ ثبت کنیم اینی در هزار بود دیگه نه؟ دیشتر؟ شماره 13 ثبت نشد معامله نمبر 13 معامله 13 بعد He purchases some computer equipment for 3000 cash حال دیدین که دیگه کلمه پرچیز ما استفاده نمونیم چی استفاده نیم؟ computer equipment 3000 cash پس به بزنس چی آمد؟ کمپیوتر آمد سیسته؟ یک لیجر بازنیم نو به نام چی؟ کمپیوتر چقدر؟ 3000 cash خرده نه؟ پس 3000 و از کجا پول کم شد؟ بانک کم شد معامله چند؟ 14 معامله 75 معامله چند بود؟ 12 معامله 12 شمارش ثبت نکردم نه؟ 12 12 در ویر هاوس چیز ثبت نمونیم چون این جنس های بر فروش نبود دیگه نه در ویر هاوس در گودام ما بیشتر تلاش نمو فقط همون جنس هایی رو ثبت کنیم که بر فروش خریده گورس که گفت فعلا فکر کنیم که جنس هایی هست که دوباره خریدش در برای زیک پس بفروشیم با او خاطر رو 3000 در گودام ثبت نمی کنیم دیشت؟ قبول؟ خواه He sells half of the inventory for 14,000, half of cash and half for on credit. در 14,000 نصفی از جنسای خود فروخته. صحیح؟ در پیش هر قدر جنسی که بود. صحیح؟ در پیش از اونها هر قدر جنسی که بود نصفش را فروخته. در چند؟ 14,000. صحیح؟ این 14,000 چیه؟ نصفش را نقد گرفته نصفش را قرض مانده صحیح؟ پس 14,000 اینجا به خیلی سه قسمت میشه نه؟ یک 14,000 چی نشان میده؟ فروش 7,000 شی نقد بوده 7,000ش قرض بوده دیشت؟ پس چی رقم دابل این چکنیم؟ استاد دبیت کش دبیت بینک چقدر؟ دبیت بینک 14,000
7000 نصفش 14000 بود نه دیگه دبیت بینگ 7000 دیگه چی شده؟ ریسیویبل شده دیگه نه دبیت ریسیویبل 7000 قبول؟ و دیگه چی کار شده؟ سیلز فروش هم کردیم کردیت سیلز سیلز کرده؟ سیلز کردیت سیلز هم؟ 14000 چی قدر جنس خود؟ خب شماره چنده؟ 15 7000 به خاطر شماره چنده؟ 15 دیگه اینی 7000 به خاطر شماره 15 یک گپ دیگه اینوال ای را باید بریم در اینونتری هم ثبت کنیم سیسته؟ اگر یاد چیم باشه اگر یاد چیم باشه اینی را در این قسمه در دویش فروخت نه؟ اینی را فروخت نه؟ مانده اینینا نصف از این را در چند فروخته؟ 14000 سیسته؟ این مجموعه چند؟ 25000 دو اجده و افت میشه چند؟ 25 10000 8000 7000 25000 نصفش چند میشه؟ 25 1 2 3 تقسیم 2 نصفش 12500 نشد؟ نصف جنس خود چند فروخته؟ 14000 من مو نصفش از اینجا خارج کردیم از کدام قبول؟ صحیح؟ کدام سوال خود ندارم تا قسمت نصف یعنی چیزی که بعد از چند تمام شده بود 12500 این را در چند فروخت 14000 تفاوت چه فایده کنه دیگه اخته تاوان یا در سر در سر خونه مفروشه سیسته؟ قبول؟ این حال دیگه He pays her rent for January ببخشین جنوری نیه کدامه؟ اپریل He pays her rent for April by check for 150 قبول؟ خب 150 چند معنا میده؟ دو یک چی؟ Rent expense دو پولی که از بانک کم شده سیسته پولی که از بانک کم شده از بانک چه پول کم شده؟ 150 یعنی از بانک 150 کشید یعنی کردیت بینگ 150 قبول؟ بعد از دبیت چی میشه؟ رنت اکسپنس 150 این حال خوب در این مثال یک اشتباه شده که مار دو دفعه کرار پرداخت کرده 450 هم پرداخت کرد 150 باز ولی خیر است دبل انتری با مهم پرکتیس کرده آه دیگه خوب مجبور هستیم که از میشه فعلا به خیال شدم فرض در ازی بگر که دو دفعه پرداخت کرده کرایش 150 و 450 میشه 500 کرایش مثلا 600 بوده دو قسم پرداخت کرده سیسته؟ خب صاحبش دو نفر من اینجا کم جای زیاد کنم به خاطر که در بینک معامله زیاد شده در بینک معامله زیاد شده این معامله چند بود؟ معامله 16 بود 16 یه معامله 16 صحیح من یک بردر اینجا بیندازم خواه He withdraws 100 from bank and put it into the petty cash 10 چیکار شده؟ از بانک پول کشیده آورده در شرکت گفته خیر است از این باید برای مصارف خورد از پیتی کش استفاده کن از این پیش فقط معامله در بانک بود نه؟ حالا از بانک کشته در پیتی کش انداخته سیسته؟ اوکی ده خود چی کار کنیم باید؟ دبیت پیتی کش کردیت بینک سب پیتی کش یکی صبح دیگه باید باز کنیم به نام پیتی کش پیتی کش چقدر پول انداخته داخلش؟ 100 رو انداخته پیتی کش معامله چنده؟ معامله ابدا دیگه نه؟ از کجا پول کشیده؟ از بانک صدر پاکشیده معامله ابدا He withdraws some he purchases some stationery worth 30 taking from petty cash. As petty cash اول پیسه گرفت چی خرید؟ استیشنری این حالی باز کلمه پرچیز استفاده شده اما چون نومشه از تاوی استیشنری بر چی خریدیم؟ بر مصرف خریدیم
سيسا بس مجبور ميك ليجر اسكن برنامي ستيشنري چه جنس خریده؟ سی پیسه رس جو گرفته؟ سپیری کش اول فهمیدن دیگه پیری کش باید کردیت شنه نه چون پول کم شد اما چون استیشنری اکسپنس هست باید چی شنه؟ که زیاد شد دبیت میشه متوجه این؟ گود He take a loan of any قدر from Aziz Bank and purchases a building. سیسته؟ مورد ساختمان میخره پیسیش از کجا پرداخت منه؟ از زیبانگ ولی از عزیزی بانگ چی گرفته؟ قرض گرفته خب در بیزنس چی آمد؟ بیلدینگ آمد نه؟ کش آمد ولی کش رفت بیلدینگ جور شد نه؟ سیسته؟ در بیزنس بیلدینگ آمد اما پولیش کی پرداخت کرد؟ از زیبانگ قرض بود دیگه و یه یک لگو بیست هزار در خچر چند چیز نشان میده؟ دو از عزیزی بام قرضدار شدیم ولی صاحب ساختمان شده نیسته؟ چی؟ نه این حالی بام مجبور هستیم بیلدینگ را بر چی خریده؟ استفاده خریده یک لیجر باز کردیم به نام بیلدینگ صحیح شد؟ یک لگ و بیست هزار ساختمان خرید دیگه نه؟ قبول؟ این دوازده هزار شد یک لگ و بیست هزار ساختمان خرید و پول از کجا گرفت؟ لون از زبان چی گرفت؟ لون گرفت فعلا از زبان چقدر خریدار هستیم؟ یک لگو؟ بیست هزار سیکن ما کلمه پیبل چرا استفاده نکدم؟ این لون طویل مدت ها پیبل ها بیشتر فرض برازی گرفتم شد کوتاه مدت ها مثلا کمتر از 12 months لون موست پروبابلی که بیشتر از 12 ماه صحیسته؟ خب پس این معامله چند شد؟ معامله 19 دیگه He withdraws 12,000 from company bank account and purchases some furnitures for office از این بانک صحیسته؟ از بانک چقدر پول میگره؟ 12,000 او چی میخره؟ فرنیچر اینی کاوچ از اینا میخرن پس 12,000 چند معنا میده؟ دو پولی که از بانک گرفته شده یعنی حساب بانکی خود شرکت دیگه از بینک نه و دیگه فرنیچر اضافه شد نه نه فرنیچر اسیت میشه فرنیچر اسیت میشه سیسته؟ دبیت فرنیچر کردیت بینک دبیت فرنیچر کردیت بینک چند؟ یک حساب به نام چی باید باز کنیم؟ متوجه هستین که هر دفعه که ما چی میشیم حساب باز کرد نمیشیم اول باید متوجه شدیم که قبلا آیا چنین حساب یا لجر داریم یا نه اگر داشتیم در اونجا ثبت نیم اگر نداشتیم نه او باز کنیم سیسته فرنیچر چی خواه؟ 12,000 12,000 فرنیچر پیسه رو جا گرفته؟ معامله 20 هست پیسه رو جا گرفت؟ از بانک دبیت فرنیچر کردیت بانک چند 2000 معامله 20 قبول یعنی معامله 20 معامله 21 He purchases goods costing any قدر on credit and promises to pay in 20 days سیسا باز جنس خریده در چند 45,000 سیسا و گفته در بین چند وقت پرداختم 20 روز فعلا 45,000 چند چیز نشان میده؟ دو چیز کدام کدام؟ پرچیز و پیبر دیبیت پرچیز کردیت پیبر دیبیت پرچیز چند بود؟ 45,000 و پیبر کردیت هم 45,000 معامله چند ده؟ 21 اینا رو باید بریم در گدام هم اینه میره ثبت کنیم کس پیش مو کدوان نشه 45,000 بود نه؟ خب He sells the goods purchased for 45,000 to a retailer for 55,000 cash چیکار شده؟ امی جینس را که چند خریده بود؟ 45,000 خریده بود ای را به یک
ریتیلر تا چند مفروشه؟ 55,000. 55,000 چند چیز نشان میده؟ دو چیز. کدام کدام؟ کش و سلز. کش و سلز. پس دبیت کش، دبیت بینک چند؟ 55,000 دبیت بینک کردیت هم؟ سلز. معامله چنده؟ 22. معامله 22. سیسته؟ یک گپ دیگه هم باید بوریم اینجا رو اپدیت کنیم نه؟ کدام شرف فروخت؟ اینمی جنس رک در چیلو؟ 5 خریده بود نه؟ اینجا گفت سیکو جنس رک در 45 خریده بود در چند سودا کرد؟ 55. پس بوریم از گدام خود هم باید دو جنس بکشیم. کشیدیم درسته؟ کم کردیم. خب این گدام هم در حقیقت اینجا دبیت است. اینجا زمانی که جنس خارج شد دوباره چی میشه؟ کردیت است دیگه اینش است. قبول؟ خب پایینی قسمت شده میره کلر کنم. He paid salaries amounting any قدر through bank account for the month. ماش کارمانده خود داده. سیسته چند داده؟ 8,000. خب 8,000 چند چیز نشان میده؟ دو چیز. کدام کدام؟ سالری اکسپنس که زیاد شد و کشی که از وان کم شد. پس دبیت چی؟ سالری اکسپنس. سالری لجر بازیم به نامی سالری اکسپنس چقدر؟ 8,000. سالری اکسپنس معامله چنده ای؟ 23. قبول؟ خب سالری اکسپنس دبیت شد چی باید کردیت شنه؟ بانک. 20 چند؟ 8,000. معامله 23. فکر کنم که باز بانک. خب He purchases some utility. بیشتر utility بر چی استفاده میشه؟ Food, gas, water. اینا utility بیشتر بوده برش. صحیح شد؟ خب She purchased some utility, food and oil costing any قدر for one week of employees lunch. برای نان چاشت کارمندا $500 چی میگره؟ غذا و اینا میگره. صحیح است؟ پس مو 500 چند چیز نشان میده؟ دو چیز. پولی که هست؟ بانک هم شده. دیگه؟ utility. صحیح است؟ خب پس یک دانه لیجر باز کنیم باید در نام چی؟ لیجر به خلاص شده. Utility was expense, yes. Utility expense. Utility. شد؟ چقدر؟ 500. Debit utility expense معامله چنده؟ 24. Credit چی؟ Bank. 20 چند شد؟ $500. معامله 24. خلاص. He pays 20,000 از ایزی بانگز لون. از یک لگو چند هزار که لون گرفته بود 23,000 شد چی کار کرد؟ پرداخت کرد. صحیح شد؟ 23,000 شد پرداخت کرد. خب پس ما مجبوریم باز اینجا چی کار کنم؟ این رو کلان کنم. خواهد چقدر پرداخت کرد؟ 23,000. 23,000 شد معنا میده دو. از بانک پیسه کم شد قرضداری می هم کم شد. صحیح است؟ خواهد از بانک پیسه کم شد اینه 23,000 کم کردیم. صحیح شد؟ معامله چنده ای؟ 25. و دو می دیگه لایبلیتی مو لون کم شد دیگه نه؟ سعی کن مو یک حساب پیبل اینی هست و یک حساب دیگه چی داریم؟ لون داریم. از کدامش کم کنم؟ از لون باید کم شده نه؟ چقدر؟ 23,000. صحیح است؟ قبول؟ خب دوم دیگه خب He pays 23,000. 23,000 چی دادم؟ پرداخت کرد. He pays interest expense. خب آنی قرضه رو میگیریم رویش چی حساب میشه؟
مفاد هم چارش میشه نه؟ چند مفاد داده؟ 100 دلار. صحیح از کجا داده؟ از بانک داده نه؟ قبول؟ مفاد که میدین از قرضهشون کم میشه؟ از اصل قرضه کم نمیشه. از اصل قرضه کم نمیشه. صحیح پس این 100 دلار دو چیز نشون میده. کدام کدام؟ آفرین. از بانک 100 دلار کم شد و اینترست اکسپنس ما زیاد شد. صحیح شد؟ خب دبیت چی؟ خب از بانک چند کم شد؟ 100 دلار کم شد. آخرین معامله بسیار طولانی بود نه؟ آخری امیدوارم که دیگه این امروز دیگه دبیت کردیت که نمیش جمع شد. خب از بانک 100 دلار کم شد معامله 26 و چی اضافه شد؟ یک نوع مصرف به نام interest interest expense چند؟ صد. قبول؟ صحیح شد؟ ایناله سعی کن مو شما تمام معامله را چه؟ معامله 26 مو شما تمام معامله را حدوداً ثبت کردیم. اینالی بعد از اون مرحله چی میرسن؟ اکانت ها رو باید چی کار کنیم؟ کلوز کنیم. سیستا؟ شما در اکانت ها چی رفتن کلوز نیست؟ زمانی که چی اکانت داشتین؟ اصلا هم 23,000 هم 25,000 چی ها؟ معامله 23,000 معامله 25,000 یعنی 23,000 معامله 25,000 ثبت شده. سیستا؟ بنابراین شما مرحله است که از مو شما در ریکوایرمنت دیگه چی خواسته بود که اول اینا رو برای جورنال جور کنیم که جورنال جور کنیم شد لیجر جور کن لیجر جور کنیم ترایل بیلنس مو شما پیش از این که ترایل بیلنس جور کنیم باید چی کار کنیم اکاونت ها رو کلوز کنیم اکاونت ها رو کلوز کنیم اکاونت ها رو چی رقمی کلوز کنیم یعنی رقم دو خط باید اینجا رسم کنیم در خط می چی اکاونت صحیح خب پس من مروم از بان دیگه این قسم دو خط جور کردم میم شد در آخر هر تی اکانت این قسم یک دو خط جور کردم میم شما در حقیقت در روی کتاب چیخ میتونن انجام بدین اگر تی لیجر جور کردن اگر نکدن you'll have to خیر جور میشن شد؟ از ما انجام شد فقط مسئله کنم کنم جایی اگر این اینجا یک سپیس ما زیادتر کار دارم و این اینجا یک سپیس زیادتر کار دارم این 26 اگر تو اکس کنترل بی کنم صحیح شد؟ پس شما این قسم تمام چرا؟ تمام اکانت های رقمی دو خط میکشین باز بعد از چی کار نیم؟ ما شما میم طرف دبیت جدا جمع مونیم طرف کردیت جدا جمع مونیم هر طرفی که زیاد بود در اینجا رو نوشته مونیم صحیح شد؟ قبول؟ یعنی چی؟ طرف دبیت اگر جمع کنم چند میشه؟ 183,000 نه؟ صحیح شد؟ طرف کردیت اگر جمع کنم چند میشه؟ 63,375 کدام طرف زیاده؟ اینی طرف زیاده پس هر دو طرف اونمو مبلغ نوشته کدام صحیح شد؟ پس اولین مرحله کلوزینگ چیه؟ کنترل X مایر اینجا باز نوشته کنم باشید به درد و بخره صحیح یعنی چی؟ ما هر دو طرف جمع کردیم هر طرف که زیاد بود اینجا اونمو رو نوشته کدام قبول؟ بعد از چی کار نیم؟
در دو طرف نوشته کردم، این طرف که جمع کردم چند بود؟ 63000. صحیح. پس اینجا باید چند نوشته کنیم که این طرف مجموع طرف کردیت با مجموع طرف دیبیت مساویش نه؟ صحیح کن؟ اگر ما بگیرم از یک لگه 63000 و 63000 رو اینی رو منف کنم، اینی قدر کم است نه؟ همین کم بود یا نبود؟ همین کم بود. صحیح شد؟ فهمیدین چه رقم شد؟ گود. خب کپیتال هم دقیقا هم رقم بودم چی رقم؟ طرف کردیت زیاده اینجا دیگه نه؟ طرف کردیت زیاده، انمی بیلنس طرف دیبیت هم نوشته کنم. صحیح؟ طرف دیبیت چقدر کم است؟ به اندازه یک لگو 15000. صحیح شد؟ بعد پرچیزی هم دقیقا هم کار انجام بدم اینه 75000. این طرف که هیچ نیست، پس طرف کردیت اینی قد زیاده. صحیح؟ و انمی بیلنس دوباره اینجا هم نوشته. صحیح؟ پیبل هم دقیقا نمو قسمی این طرف 75 میشه، این طرف 9000 میشه، کدام طرف زیاده؟ 75. صحیح؟ پس این طرف هم 75 نوشتن و این طرف چه رقمه؟ از ایگر 75 منفی چند؟ این از این منفی این از این اینی قضیانه شد؟ سوال خو ندارن دیگه نه؟ نفهمیدین سوال کنید که دیگه شاید بعد از این دیگه عادیش نه. خب دوباره من این طرف هم جمع بونیم 81000، اینجا 81000، اینجا صحیح شد؟ این هم دوباره جمع بونیم، این طرف هم همی بلغ نشتنیم و همی این من بول و ازیرش خط کشتنیم بخاطر که مشخص شنه. صحیح شد؟ مهم نیه که شما حتما نمی کار کنید. اینا 13000، این طرف هم 13000، دیگه با این هم 13000. بشد؟ خب وین هم دقیقه نمو قسمی صحیح شد؟ انشورنس هم هم رقمی. خب خب سیسته برای زیک ساتش ندیگه ما با اجازهشم چی منم کمی کپی پیست رو اینا ایش هم امو کارش داره دیگه نه متوجه نه سیسته ها پی تی کش کدام طرفش نوشته کنم فاطمه صد سیسته این طرف سن نوشته کنم صد ده اینجا سن نوشته کنم افتاد گود صحیح است. پس که یاد گرفتن دیگه کاری من ساده هست. خواه بیلدینگ چند نوشته کنم؟ یک لگو بیست، یک لگو بیست، اینجا هم یک لگو بیست. خواه اینجا چی کار کنم؟ مبارک چند نوشته کنم در عزیزی بانک؟ خواه یک لگو بیست اینا این طرف هم یک صدو این طرف طرف نگه دیگه طرف دیبیت کردید بگیز که خب در بیلنسینگ چند نشته کنم یک لگو بیست منفی بیستو سه کنترول بی یو سیستا فرنیچر سیستا اینا رو دیگه هم مخیص اینا شما مرخمی میشه با اون خاطر ما شورکرز داریم کار سادش نه. حساب چی شد؟ بسته. حساب بسته کردن 100% بلد شده درسته؟ گد یک کار دیگه مانده در حساب بسته کردن ها؟ خب ما شما باید قبل از او باید تشخیص بدیم که اکاونت ما دیبیت بیلنس داره یا credit balance این رو باید برد چنین بفهمین. صحیح؟ یعنی چی؟ منظور از debit balance یه است که دینمی حساب بانک صحیح؟ دینمی حساب بانک balanceش debit یا credit، حساب capital balanceش debit یا credit، حساب purchases balanceش debit یا credit. صحیح؟ صحیح که balancing figure اینی رو به نام balancing figure یاد منه. صحیح شد؟ یه برنامه چیز نه؟ بیلنسینگ فیگر
صحیح شد؟ باز عموما صحیح شد؟ یعنی بلنسینگ فیگر، بلنسینگ فیگر در هر طرفی که بود، بلنسینگ فیگر اول طرف دبیت یا کردیت؟ کردیت. پس چرا طرف کردیت؟ به خاطر که طرف دبیت زیاده نه؟ صحیح است؟ پس سوال اینجا بینک دبیت بلنس داره یا کردیت بلنس؟ دبیت بلنس داره. به خاطر چی؟ چون بلنسینگ فیگر طرف کردیت. قبول؟ یعنی که یعنی سال بعدی اگر ما بخوایم مسابقه شروع کنیم این طرف چی نوشته میشه؟ یک مرحله از دفعه قبلی پیش رفته ما شما دیدیم کلوزینگ بیلنس بر سال بعدی چی میشه؟ اوپنینگ میشه. یعنی ماه بعدی شما زمان کاروبار را شروع کردین دیگه تمام از این معاملات چی شده؟ خلاصه شده. در چند خلاصه شده؟ در اینی خلاصه شده. و ای ماه بعدی شما زمانی که اکاونتینگ شروع کردین از چی شروع نین؟ یک لگ نوزده هزار در بانک شیم چند پول یک لگ نوزده هزار ای را اوپنینگ میگرین چی شد؟ این دیگه ای قضیه چی شد؟ خلاص شد. ای قضیه چی شد؟ خلاص شد. شما ماه بعدی چی میگرین؟ اوپنینگ 119 625. این حاله باز کپیتل چی؟ دبیت بلنس داره یا کردیت بلنس؟ کردیت بلنس داره به خاطر که بلنسینگ فیگر طرف دبیت هست. یعنی که باز دوباره ای را چی مونیم؟ اینجا مینیم. قبول؟ خب پرچه عزیز دبیت بلنس داره یا کردیت بلنس؟ دبیت بلنس داره نه؟ با او خاطر بلنسینگ فیگر طرف کردیت هست. ای را ما سلی کن اینی را ما رنگ مونم پس آنتر باز برشم توضیح میدیم. ای را در پایین نمیارم. ای را در پایین نمیارم. ی دو دانه را آوردم دلیل چه پسانتر مگم اما فعلا ای را پایین نمیارم دلیل دارم صحیح بعد ما امروی چی؟ پیبل پیبل دبیت بلنس داره کردیت بلنس کردیت بلنس داره بخاطر که بلنسینگ فیگر طرف چیه؟ بلنسینگ فیگر طرف دبیت هم صحیح شد؟ خب پس ای را میرم در کجا؟ اینجا همون که دبیت کردیت بلنس داشت پس در طرف کردیت میرم صحیح است؟ دبیت بیلنس داشت طرف دبیت بیارین کردیت بیلنس داشت طرف کردیت بیارین من صحیح شد؟ ها؟ آمدیم روی چی؟ سیلز سیلز دبیت بیلنس داره کردیت بیلنس کردیت بیلنس داره نه؟ چون بیلنسینگ فیگر طرف دبیت هست پس سیلز را هم ما چی کنم رنگ مونم سیلز را هم چنم رنگ مونم صحیح است؟ باز دلیل شد چی بفهمین؟ پس آن رنت اکسپنس دبیت بیلنس داره کردیت بیلنس دبیت بیلنس داره ایرم چنم رنگ مونم دلیل شد پس آن بفهمین صحیح است؟ قبول؟ این را بلنس شده پایین ناوردم صحیح است؟ بلنس شده پایین ناوردم دیگه دلیل سپس آن رو ریسیویبل دبیت بلنس داره کردیت بلنس دبیت بلنس داره به خاطر بلنسینگ فیگر طرف کردیت هم پس طرف دبیت نوشته کنم قبول؟ باز بعد از او ون دبیت بلنس داره کردیت بلنس دبیت بلنس داره پس به خاطر دوباره اوپنینگ بلنس را چوردم طرف دبیت نوشته کردم صحیح است؟ باز من روی انشورنس اکسپنس انشورنس اکسپنس هم ما او قسمی بلنس را نمیارم فقط در چی کنیم؟ رنگ منم باز پسان نفهم کمپیوتر دبیت بلنس را کردیت دبیت پس میرون طرف دبیت نوشتنم دیگه صحیح است؟ این طرف دبیت نوشته کردم پریکش دبیت بلنس را کردیت بلنس دبیت پس طرف دبیت نوشته کتو بلنس شدم ستشنری اکسپنس دبیت بلنس را کردیت بلنس ایرم باید رنگ شود درست هم خب بیلدینگ دبیت بلنس را کردیت بلنس دبیت پس طرف دبیت آوردم لون دبیت بلنس را کردیت بلنس کردیت بلنس را طرف کردیت آوردم فرنیچر دبیت بلنس را کردیت بلنس رنگش کنم سالری اکسپنس دبیت بیلنس را کردیت بیلنس نه
باز میفهمید پس یوتیلیتی دیبیت بیلنس را کردیت بیلنس ایرم باید چیکار کنم؟ رنگ کنم اینترست اکسپنس دیبیت بیلنس را کردیت بیلنس ایرم چنم؟ رنگ کنم صحیح کن؟ پس یک مرحله را پیش بریم صحیح مرحله چیه؟ خب اکانت ها را کلوز کردیم بعضی اکانت ها را که مشخص کردیم دیبیت بیلنس را کردیت بیلنس بر سال بعدی چی دادیم؟ اوپنینگ دادیم نه؟ اینی در حقیقت اوپنینگ بر ماه بعدی میشه بر ماه بعدی مو چند شروع نیم؟ 119625 بر ماه بعدی کپیتال مو چی خدره؟ 115 میشد؟ بر ماه بعدی دیگه پرچیزی از خو خلاص بر ماه بعدی پیبل مو چنده؟ 66000 قبول؟ تا یک قسمت فهمیدین؟ سیسته باز یک دفعه دیگه باید ما زوم اوت کنم سیکن چی کار شده بیجوز از انوینتری باز پرچیز رو با میرن کنم بیجوز از انوینتری دو رنگ مو اینجا متوجه اشتیم نه یک تعداد چی کار شده رنگای سبز خورده یک تعدادش بیرنگ هم سیسته اینا سیکن که ما با رنگا و بیرنگا دیگه چی کار مونیم نه. سیکن بانگ این اینجا خوب دقیق سیکن ما یک چیز دیگه هم استفاده نم نوشتنم بله نوشتنم کلان بی نقطه کرید فورورد بیلنس کرید فورورد سیشا؟ این رو باز توضیح میدیم قبول؟ بیلنس کرید فورورد صحیح شد یا نه؟ در اینجا اینجا باید چی کار کنم؟ دقیقا نمزو کلمه استفاده کنم کدام نوشته کنم؟ بیلنس این رو باید اینجا برم بیلنس نقطه کرید فورورد صحیح شد؟ قبول؟ در اینجا دیگه چون او رو نوشته نمونم چنین نارنگ شده پیبلز دقیقا باز میم امی کارمونم سیستم نشتنم چی؟ بیلنس کرید فورورد قبول؟ باز دیگه پایین میم امی کارمونم مطمئن این خواه خواسته سیلز دیگه رنگ شده کار ندارم رینت رنگ شده کار ندارم ریسیوی بلم دقیقا باید امی کار شده سیستم چیکار نوشتنم؟ balance carried forward قبول؟ بعد از او در وین همه میکار رمانم چون رنگ نشتنه من وین نوشتنم balance carried forward شمیم خواسته شده؟ کمپیوتر بازم باید امو کار شنه بخاطر چی؟ چون رنگ نشده نه؟ خب بیلنس چی نشده نه؟ بیلنس کرید فورورد دیشد؟ پی تی کش ایم رنگ نشده پس ایرم نشده نه؟ نشده نه چی؟ بیلنس کرید فورورد قبول؟ باز اینی امی دو دانش متفاوت تر کارنم نشده نه؟ خوب سیکن اینجا بجای یک بیلنس کرید فورورد نشته کنم سیکن ما چی نوشتنم بیلنس برات داون شد؟ فرق نداره باز پسانتر توضیح میدیم اینجا چی نوشتنم بیلنس برات داون شد؟ دیگه ظاهرا که خلاص شد حال سیکن بین اردو حسابهایی که رنگ شده و حسابهایی که رنگ نشده یک تفاوت وجود داره صحیح شما زمانی که یک سال خلاص شد یا زمانی که یک دفعه حسابهای خود را بسته کردید راپور را جور کردید مثلا یک سال خلاص شده صحیح سال 2020 خلاص شد 21 شروع شد
بسه زمان که سال 2021 شروع میشه، دیگه زمان که سال 2021 شروع شد، شما آیا نیاز است که شما به سال 2021 راپور فروش 2020 هم بره؟ که یک قدر سال 2020 هم فروش شده بود و در سود و ضررش هیچ تاثیر داره؟ نه. بسه بیا بازم سیکن با او خاطر ما بین روی دانه دانه از واقع بزنیم. مثلا سال مالی 2020 خلاص شد، قبول؟ شما در سال مالی 2020 مجموعا چرا خرید کرده بودین؟ 75,000. آلی این سال مالی را بسته کردین، سال مالی 2021 شروع کردین، صحیح شد؟ شما در سال مالی 2021 در راپورای شما نیاز است که 75,000 را ذکر کردیم که سال قبلی ما 75,000 خرید کردیم و او آیا کدام سود، ضرر، چیز را نشان داده میتونم؟ نه دیگه اوش تاثیر هیچ نداره، قبول؟ به او خاطر اینا رو مرنگ کدم. پیول با سوال اینجی هم، شما سال مالی 2020 خلاص شد، شما چند قرضدار بودین؟ 66,000. صحیح سر؟ 66,000 قرضدار بودین. باز این سال که خلاص شد، آیا سال بعدی که شروع میشه شما قرضداری خب را پرداخت نمیدین یا مگه او هم صفر میشه؟ او رو باید چی شود؟ پرداخت شنه. راپور از او باید پیش ما باشه، چون مطابق از اون شما تصمیم میگیریم که وضعیت چگونه یه درسته؟ قبول؟ با او خاطر دیدن ما او را رنگ نکدم و او را در حقیقت گفتم اینی بیلنسش بود 66,000، بر سال بعدی هم انتقال دادم را. شد؟ بله. مبارک؟ سیکن سیکن خب سیکن خیر آلی میشد باز کلمه کریت فورورد باید تغییر داده شونه. سیکن ما چه گفتم؟ گفتم ما در جریان سال 2020 چند قرضدار بودم؟ 66,000. سیسته؟ سوال سال 2020 که خلاص شد سال 21 شروع کردیم و شما سیسته؟ آیا در شروع سال 21 شما تمام قرضداریشون بخشیده میشه یا نه؟ بازم قرضدار هستن تا پرداخت کنه؟ باید پرداخت چنه نه؟ با او خاطر راپور شا پیش خو نگاه مونیم بر سال بعدی چی میشه؟ اوپنینگ بیلنس، یعنی با مجرد که شروع سال شروع کردیم چند قرض داریم؟ 66,000 که در این سال باید شاید پرداخت شنه یا سال دیگه پرداخت شنه، ولی راپورش باید پیش ما باشه. صحیح است؟ خب بیم روی چی گپ بزنیم؟ مثلا شما حساب بانکی باز کردین، صحیح؟ حساب بانکی باز کردین، در خط مثال چه خب پول بود؟ 119,625. این حال گپ کجایه؟ زمانی که سال مالی تمام شوه، آیا شما 119,625 در بانک مگه نستوش نست؟ چون سال مالی ما نو شروع کردیم از صفر شروع نین یا نه؟ اما پول از شما هسته و ای بر سال بعدی هم با کار مبره. بخشه کنه؟ بام که بدین از تو باشه حساب ما رو بسته که پولم بگر من حساب دیگه باز کنم، نه؟ سیسته؟ سیکن پس ای پول بر این سال هم بدن مخره. به او خاطر کلیات اگر بگم او حسابه که راپورش بر سال بعدی 100% باید داشته باشیم را کری فوروارد کدم، نه؟ صحیح شد؟ و او حسابایی که راپورش فقط بسته شد و بسته شد دیگه اونا چیکار کدم؟ داره. اگر کلی به این بوز صحبت کنیم مثلا اینکه ما شما در حقیقت چی کار کردیم؟ راپور اکسپنس تمام چیزی که مربوط به مصارف میشه را چی کار کردیم؟ برداییم بسته کردیم، نه؟ راپور اینکم تمام چیزی که مربوط به درآمد میشه چی کار کردیم؟ برداییم بسته کردیم. هر چیزی که تحت نام اینکم و اکسپنس ما یاور چیکار کردیم؟ برداییم بسته کردیم و دیگه هیچ کدوم شه بسته برداییم بسته نشد، موقت بسته شد. راپورش بر سال بعدی اوپنینگ بالانس جور شد. صحیح شد؟ پس هر چیزی که مربوط به اکسپنس باشه او را دائم بسته مونیم و هر چیزی که مربوط به اینکم باشه برای دایم بسته مونیم و همچنان پرچیزیز رو بسته مونیم و شما. صحیح شد؟ قبول؟ خب چون گپ نمیزده نمیگه تو فامیده میشه یا هیچ نفامیدین یا فامیدین بیخی کل جواب میدین. صحیح شد؟ آنه آنه پسان میفامیم، پسان باز ما توضیح میدیم. صحیح شد؟ قبول؟
تا یک قسمت کل چه خواه میدن؟ پس یک قسمت دیگر ما باز تغییرات میرم که رو باز بفهمیدن سیکن ایچی بود carried forward سیسته؟ این اینجا کلمه balance carried forward استفاده نمیشه بلکه چی استفاده میشه؟ سیکن balance brought forward استفاده میشه The ball closing balance کلمه چی استفاده شد؟ Carried forward اما زمانی که opening balance کدیم بود چی میشه؟ Brought forward نفهمیده فهمیده شد نه؟ یا brought forward نوشتنین یا opening balance نوشتنین دل چیم هر کدومش که راحت بودن ولی در کتاب کلمه brought forward استفاده میشه گاهن کلمه opening balance هم استفاده میشه ایره دل چیم هر قسمی که استفاده کردن سیسته؟ brought forward یعنی opening balance یعنی بر سال بعدی مو ای opening شده یعنی راپور از نیاز ای باید opening باشه سال بعدی زمانی که معامله کردین در بانک شیم چند پوله؟ یعنی خب پوله یعنی opening یعنی می دیگه صحیح شد؟ خواه بعد اینجا دقیقا کلمه carried forward استفاده شده نه؟ پس ما carried forward تبدیل کنم به چی؟ brought forward این اصطلاح یک استفاده من دیگه ما کار تغییر آورده نمیتونم دیگه صحیح شد؟ پس opening balance یا brought forward و ای هم دقیقا مرقمه پس ای رو من چی کنم؟ تبدیل کنم به چی؟ brought forward قبول؟ و اینی قسمت چی رو؟ receivable رو carried forward تبدیل کنم به چی مبارک؟ مبارک brought forward صدایت هم زفت میشه بود خب بلند بگه که وزنه که میاد نگرفتم کنترل سی آل اچ وی وی خب carried forward دوباره تبدیل کنم به چی brought forward چی من آمده brought forward opening balance opening balance صحیح این آن سیکن باز ما دوباره ما این چی را بیلدینگ را زخم نه کدام این سیکن مو شما باز اینجا چی کردیم brought down نوشته کدیم نه اگر در یکان جای در کتاب دیدین brought down نه باز اینجا نوشته میشه carried down سی carried down ایم opening balance مانا بینه صحیح شد؟ کتاب این می دو اصطلاح را interchangeably استفاده من این جای یک دیگه استفاده نه brought down carried down brought forward carried forward صحیح شد؟ هر دوی شمی سیکن carried down و دیگه چی بود؟ brought down چی منو؟ نه carried down و carried brought forward هر دویش یک معنا میده صحیح است؟ فقط در کتاب ها امکان داره با یکان دانیش سر دوچار شنین که باز نگین مرا بدوا کنین که درس ندادن نشد؟ باز دوم نه عزیزی بان کنه چی استفاده شده کلمه brought down ما بخوایی چی جور کنیم میره؟ carried down گیچ خونه شده نه؟ هیچ فرق نمونه هیچ فرق نمونه هر کدامش که دل چمشون استفاده کردین ولی یکان دفعه سوال اگه بر بخرین در کیت در بانگ سوال ها دیگه کلمه استفاده شده باشه باز متوجه باشه صحیح شد؟ قبول اینا لی کل کارا جور شده سیکن منظور اینمی سیکن منظور اینمیزی اینی کری داون چیه ما فرض بریزی بگر این اینجا ما رنگ منو بخو یک دانه حساب چی اکاونت جور نم سیکن چی معنا میده اینمی خوب دقیق سیکن ایچیه بینکه اینو سعی کن فرض برازی بگیرین فرض برازی بگیرین که اینی سال مالی تمام شده و سال مالی جدید را مو شروع کردیم صحیح شد؟ مو چی نوشتنم؟ در بینک مو دیبیت بیلنس داشت یا کردیت بیلنس؟ دیبیت بیلنس داشت نه؟ پس اینجا سعی کن ما چی نوشتنم؟ یک یک نو شش دو پنج اینجا چی نوشتنم؟ اوپنینگ بیلنس اینه دیدین؟ او اوپنینگ بلنس بر سال بعدی شد یا اونمو را یا او را نوشتنیم بلنس برات
فورورد، هر کدومش که دلش میشد نوشته که خب؟ دوستو برمید بلنس کری فورورد نیم نه می دیگه نوشته می دانیم نیم بالش هست ایره؟ نه 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 او کلوزینگ بلنس من رو میده carried forward means closing balance, brought forward means opening balance. نه او رو استفاده نمیتونن در اینجا او رو استفاده نمیتونن بخاطر که این اوپنینگ سال جدید شده نه یا اوپنینگ ماه جدید شده به او خاطر این carried forward means closing balance. تکرار کن carried forward چی من اومده؟ closing balance. carried forward means carried forward means brought forward means opening. brought forward means opening. brought forward means ای شرخمه مای قز دو سا دگر نزدم مای انرژی دارم شما ندارم. brought down means closing balance. brought down means brought down means مبارک. brought down means carried down means carry down means خلاص دیگه صحیح شد؟ قبول؟ این حال ما شما در حقیقت چی کار کردیم؟ اکاونت های خود چی کار کردیم؟ ریکارد کردیم بلنش را آخرین بلنش هم مشخص کردیم حساب های خود هم بسته کردیم بعد از اوبای چی کار شنه؟ بعد از اوبای ترایل بلنس جور شنه صحیح شد؟ بعد از اوبای چی جور شنه؟ ترایل بلنس قبوله؟ پس ترایل بلنس هم حتی در حد FA1 نیست تا می حد درس استراب منیم صحیح است؟ یا جور کنیم؟ جور کنیم؟ بیاد جور نمیم یک ترایل بلنس صحیح است؟ خب سهل کنیم ترایل بلنس یک امتحان در حقیقت که آیا طرف دیبیت ما با طرف کردیت مساوی میشه یا نمیشه صحیح که آیا طرف دبیت ما با کردیت مساوی میشه یا نمیشه ما برای از کار ساده شنه بعضی کارور منو خو خیره اینه کنترل زد کنترل زیرو خب اینجا نوشتنم نام کمپانی چی بود؟ ای بی سی کمپانی صحیح است؟ ترایل بیلنس صحیح شد؟ از ایت تریفر چیه؟ ده یک ماه بود نه بعد از مارچ چی میه؟ اپریل تاریف اپریل سی یک سی یک تاریف فرستی فرخ سی اپریل سی اپریل ای پی آر ای آی اپریل سپلینگ صحیح است؟ ای پی آر آی ال اپریل 2021 صحیح شد؟ باز اینجا نوشتنم نیم اینجا نوشتنم دبیت اینجا نوشتنم کردیت صحیح است؟ اینجا نامی اکانت ها میه اینجا دبیت و اینجا کردیت بلنسش میه صحیح که خوب دقیق؟ خب ازی خب نام اولین حساب مو چیه؟ ما کم خورد نم صحیح است؟ خب نام اولین حساب مو چیه؟ بانک این بانک صحیح است؟ نام دومین حساب مو چیه؟ کپیتال نام سومین حساب مو چیه؟ پرچیزز نام چهارمین حساب چیه؟ پیول نام پنجمیش چیه؟ سیلز نام ششمی چیه؟ رنت اکسپنس نام هفته بیت دیدن تمام حساب های خواه اینجا انداخته رایم سیسه؟ ون بعد چیه؟ انشورنس بعد از چیه؟ کمپیوتر بعد از چیه؟ پلی کش بعد از چیه؟ ستیشنری بعد از چیه؟ Let us see building بعد از چیه؟ لونی از عزیزی بانک میتونیم تنها لون نوشته کنیم فرق نولی مشخص باشه بهتره فرنیچر چیه؟ سلری بعد از چیه؟ یوتیلیتی بعد از چیه؟ interest expense دیگه چیه؟ خلاص این حالی ما باید بریم سعی کنیم که نا debit balance داره یا credit balance سعیستم؟ بعد از اون چک کنیم که نا debit balance داره یا credit balance بازم بلنس ها رو اینجا نوشتم بریم سعیستم؟ در شما فهمیده نمیشن؟ و خیر است اینی بلنس ها رو میدیم ما شما در اقت سعیستم؟ اینی بلنس های رو آخری را در اینا ثبت کنیم سعیستم؟ اینم خب بینک
debit balance داره یا credit balance؟ یعنی اینی debit balance نه؟ پس اینمی balance هم میریم در بینک مندازیم چنده؟ 1 1 9 6 2 5 صحیح است؟ پس من باید چه کارم؟ 1 1 9 6 2 5 قبول؟ باز بعد از نوبت چیه؟ capital اینی capital است نه؟ خب چند نشتانیم؟ debit balance داره یا credit balance؟ پس طرف کردیت باید نشته کنیم. قبول؟ چنده؟ 1 1 5 صحیح شد؟ 1 1 اینی باید بلنس باید. اما چون اینجا عدد نشته ما اینی رو میگرم. حروف هم باشه باز جمع نمیشه نه؟ صحیح شد؟ بعد پرچیزیز. پرچیزیز کدام باید دیبیت بلنس یا کردیت بلنس؟ پس طرف دیبیت نشته کنیم. پیبل دیبیت بلنس یا کردیت بلنس؟ پس طرف کردیت باید نشته شنه چند؟ 66,000 قبول؟ یه نه 66,000 باید 66,000 رو نوشته کنیم قبول؟ بعد از چیه؟ سیلز سیلز یه نه سیلز دیبیت بلنس داره یا کردیت بلنس؟ کردیت بلنس داره نه؟ باید طرف چی نوشتش نه؟ کردیت قبول؟ کجا شد سیلز؟ یه نه سیلز باید طرف چی نوشته کنیم؟ کردیت is equal to یه نه آوردم سیلز کجایه؟ اینا. بعد از رنت اکسپنس دیبیت بیلنس داره یا کردیت؟ دیبیت بیلنس داره باید طرف چی نوشته کنیم؟ دیبیت is equal to 600 این طرف دیبیت نوشته کنیم بعد از چی ها؟ ریسیویبل دیبیت بیلنس داره یا کردیت بیلنس؟ دیبیت طرف دیبیت نوشته کنیم چند؟ 13,000 قبول؟ ون دیبیت بیلنس داره یا کردیت بیلنس؟ دیبیت پس باید طرف دیبیت چند نوشته کنیم؟ 7,000 اینی بیلنس ها نوشته میشه خب اینی بیلنس ها نوشته میشه این بیلنس ها نوشته نمیشه اینی بیلنس ها چون بیلنسینگ فیگر آخری اینه ما کامپیوتر دیبیت بیلنس را انشورنس اکسپنس مون نه انشورنس اکسپنس دیبیت بیلنس را کریدیت بیلنس دیبیت او خود این طرف دیبیت نوشته کدم این اینجا فرمولا میشه سیسته این طرف زیر دیبیت نوشته کدم کامپیوتر صحیح کامپیوتر چی داره دیبیت بیلنس داره کریدیت بیلنس دیبیت بیلنس این طرف دیبیت نوشته کردم صحیح است پی تی کش دیبیت بیلنس داره کریدیت بیلنس دیبیت پس طرف دیبیت نوشته کردم چند نوشته کردم 70 صحیح است استیشنری اکسپنس دیبیت بیلنس داره کریدیت دیبیت پس سی طرف چی نوشته شد دیبیت بیلدینگ دیبیت بیلنس داره کریدیت بیلنس دیبیت پس 1,20,000 رو در کدوم طرف نوشته کنم؟ طرف دیبیت 1,20,000 لونی عزیز بانک دیبیت بیلنس داره کریدیت بیلنس باید حفظ کده باشین او را مثل قانونی که روز برشم گفتم سیسته دیبیت بیلنس داره کریدیت بیلنس کریدیت 97,000 سیسته فرنیچر باید دیبیت بیلنس داشته باشه یا کردیت؟ فرنیچر باید دیبیت بیلنس داشته باشه یا کردیت؟ فرنیچر اسیت نه؟ پس اسیت همیشه چی بیلنس داره؟ دیبیت بیلنس داره پس باید فرنیچر چی باشه؟ دیبیت بیلنس داشته باشه فرنیچر دیبیت بیلنس داره چند؟ 12,000 آها بخشش فرنیچر نباید رنگ شونه صحیح فرنیچر بخاطر ازی رنگ نمیشه؟ که این فرنیچر خب ما باید لیست از این سال بعدیم داشته باشیم دیگه رو مصرع استفاده مونیم ازش صحیح پس برای فرنیچر اینجا باید چی نشته کنم بلنس بلنس برات دام باز اینجا چی نشته کنم بلنس بلنس کرید دام چند 12,000 قبول؟ خب فرنیچر دیبیت بیلنس داره کریدیت بیلنس چند؟ 12,000 بعد سالری اکسپنس دیبیت بیلنس داره کریدیت بیلنس چون اکسپنس ها اکسپنس همیشه طرف دیبیت بود دیگه نه؟ دیت کلیک اول دیبیت باز اکسپنس نه؟ پس من همیشه دیبیت اکسپنس دیبیت بیلنس داره چقدر نه؟ 8,000 is equal to 8,000 utility هم یک نوع اکسپنس ها صحیح است مطابق دیت کلیک دیبیت بیلنس داره یا کریدیت بیلنس دیبیت بیلنس داره is equal to
نه دبیت بالانس اینترست اکسپنس هم اکسپنس نه سیکن کی فاطمه نبودین شما اینی اکسپنس اسی دروینگ همیشه کدام نو بالانس داره دبیت لایبیلیتی اینکم کپیتال همیشه چی نو بالانس داره کردیت اکثر یو قدین میتاییم قانون سیخم نه سیستا گود خواه این interest expense is debit balance داشته باشه credit debit این طرف debit سیستا اینو سه کن مترال بلنس ما ظاهرا که جور شده لیر سی که آیا واقعا کار میده نمیده سیستا پس ما باید چیزا چی کار کنم توتال کنم جمع کنم کلی شده اینو جمع کنم یه هم چی شد؟ جمع شد دیگه نه؟ سیستا توتالی طرفی کردیت هم 350